یک رزمیکار ایرانی با رتبه قهرمانی جهان به آلمان پناه برده. البته سعید مولایی این قهرمان طلایی که حریفای زیادی را از میدان بدر کرده باز هم به میدان می رود، ولی نه زیر پرچم ایران، بلکه در صف پناهجویانی عمدتاً رانده شده از وطن. سعید مولایی جودوکاری پرآوازه و برنده مدال طلا است که در اوج درخشش در صحنه‌های بین‌المللی وادار شده بود تن به شکستی عمدی بدهد تا با حریفی اسرائیلی در میدان روبرو نشود. تن دادن به سیاستی رسمی در ایران که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی تاوان آن را باید ورزشکاران ایران بدهند. چرا او نتوانست یا نخواست ادامه بدهد و سر از آلمان درآورد؟ این داستان 40 ساله خالی کردن میدان در برابر اسرائیل به کجا میرسد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از پوریا ژافره. حدود 8 ماه پیش، 21 بهمن 1397، مسابقه های جایز بزرگ پاریس، 1/4 نهایی دسته زیر 81 کیلوگرم مردان، سعید مولایی از ایران مقابل موسایف از روسیه. به نظر میرسد در این مبارزه یک جای کار میلنگد. چهره جودوکای ایرانی او را آماده رزم نشان نمی دهد. در صورتی که تا اینجای کار سعید مولایی که چند ماه قبل از این مسابقه ها قهرمان جهان شد، حریفان را یکی بعد از دیگری با قدرت از پیش روی برداشت. ماجرا وقتی جالب تر می شود که متوجه می شویم در صورت پیروزی ورزشکار ایرانی در نیمه نهایی باید با ساگی موکی از اسرائیل روبرو شود. خلاصه مسابقه همانطور که با گریه مولایی شروع شده بود با گریه و باخت او به پایان میرسد. ولی در واقع این اپیزود سوم یک سریال شکست 5 قسمتی است. قبل از پاریس در چین و ابوظبی هم باختهای مولایی باعث شده بود با حریف اسرائیلی این وضع روبرو نشود. هفته پیش هم در مسابقه های قهرمانی جهان توکیو سعید مولایی هم در نیمه نهایی باخت و هم در مسابقه ردبندی، در حالی که ساگی موکی اسرائیلی طلای دسته زیر 81 کیلو را گرفت و بالاتر از بقیه روی سکو ایستاد. به نظر میرسد قسمت پنجم این سریال قسمت آخرش هم باشد. احتمالاً کاسه صبر فدراسیون جهانی جودو بابت باختهایی که به تصور آنها از پیش تعیین شده است لبریز شده و این آخرین باری است که این ورزشکار را زیر پرچم ایران در مسابقه ها میبینیم. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما اینجا در استودیو با ماست و همینطور پیام یونسی‌پور خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین اتریش با ما. پوریا، خیلی از ورزشکارهای ایرانی همین مشکل رو دارند. چرا آقای مولایی به نظر میاد که به آخر خط رسیده؟ به خاطر اینکه سعید مولایی یکی از بخت‌های اصلی مدال گرفتن بود، خودش این رو احساس کرده. شما اگه الان برید روی صفحه ویکی‌پدیا نگاه بکنید، ورزشکارهای مختلف رزمی مبارزه های تک نفره در بوکس، در کشتی، در تکواندو، در جودو، معمولا اینایی که مدال جهانی میبرن چند دوره پشت سر هم مدال المپیک رو هم میبرن، یعنی که خیلی کم پیش میاد که یه نفر بیاد که اصلا نمیشناسیمش اصلا مجوز حضور در المپیک رو نمیتونه بگیره. و سعید مولایی احساس کرد که تصور من این هست که اگر که مسابقه های سال دیگه همین موقع مسابقه های المپیک 2020 توکیو برگزار میشه، فدراسیون جودو ایران و حتی کمیته المپیک ایران این ریسک رو نخواهد کرد که اون رو به مسابقات بفرسته. مشکل سعید مولایی اینه که با وجودی که خودش خیلی خوبه در اون دسته 81 کیلوگرم، یک نفرم از اسرائیل هست که خوبه و میتونه به مرحله پایانی برسه. تو کشتی معمولا این مسئله رو نداریم، به خاطر اینکه کشتیگیرای ایران خیلی قوی تر از کشتیگیرای اسرائیلی هستن و کلن اصلا این ورزش جودو برای اسرائیل یه مقدار بالاتر از ورزش‌های دیگه قرار داره. اسرائیل در کل تاریخ المپیک خودش 7 تا مدال گرفته که 4 تا از اونها در ورزش جودو بوده. بنابراین سعید مولایی دید که دیگه راه دیگه ای نداره و این ماجرا داره به کرات اتفاق میفته. عجب. آقای یونسی‌پور، چند تا مثل آقای مولایی در ورزش ایران خصوصا در جودو هست؟ سلام از میکنم خدمت شما پوری عزیز. قبل از هر چیز اجازه بدید که من تسلیت بگم قمر دستان مهدی شادمانی همکار عزیزمون رو.
در مورد رشته جودو اسرائیل شرایط ویژه‌ای داره. ببینین اگر شما یه سرچ ساده بکنین عوض میخوام متوجه میشین که رشته جودو برای تمامی دانش آموزان و همینطور سربازهای کشور اسرائیل جزء الزاماته و در حقیقت بسیاری از حتی جودوکارهای حرفه‌ای این کشور جزء ارتش اسرائیل هستن، یعنی بعضیاشون درجه دار هستن و میان در مسابقات رسمی شرکت میکنن. اگر همینطور در رقابت‌های جهانی مسابقات جهانی ارتش‌های جهان نگاه بکنیم هم همیشه اسرائیل مقام اول داره، اما در رشته جودو خب خیلی بیشتر به مسافه ایرانی‌ها میان، به خصوص در این وزن منفی 81 کیلوگرم و همینطور در رشته کاراته جدیداً داره این اتفاق میفته و در رشته کشتی علیرضا کریمی نامدارترینشون هست که طی 4 سال اخیر 2 مرتبه در قرعه بزرگسالان و همینطور امید با باید به مسافه یک اسرائیلی میرفت به نام آقای کلاشینکوف که البته خب این اتفاق نیفتاد. اون فریاد معروف علیرضا باید به بازی، علیرضا باید به بازی، و به هر حال میدونیم که حتی هشتگ شد در توییتر و اینستاگرام و بعد از اون بود که تمام این اتفاقات شروع شد. نمیدونم چقدر فرصت داریم که اصلا در مورد این داستان صحبت بکنیم که میرسیم در آخر گفتگو حتما به این موضوع میپردازیم، ولی خب مشخصا سوال من از شما این بود که اگر نگاه بکنیم به جایگاه آقای مولایی چند تا عین اون در ورزش ایران هست؟ شاید اگر بخوایم به جایگاه آقای مولایی نگاه بکنیم فقط علیرضا کریمی باشه، یعنی نداریم کسی دیگه ای مثل او. همونطور که پوریای عزیز اشاره کرد چندان نداریم ورزشکارانی که انقدر بخوان به صورت جدی در هر دوره از مسابقات با یک ورزشکار اسرائیلی حتما مواجه بشن. البته حتما نه، وگرنه خب به حساب به صورت قرعه ممکنه در مراحل مقدماتی روبرو بشه. پوریا چه ورزش دیگه‌ای با همین پدیده مواجهه؟ میدونیم که مختص جودو نیست، مسئله خیلی گسترده تر از این میتونه باشه برای ایران. در ورزش‌های تیمی مسئله فقط ایران نبود. اگه که یادتون باشه بعد از خب جنگ‌های متعددی که عرب با اسرائیل داشتن، بعد از یه مدت کشورهای عرب با اسرائیل مسابقه نمی‌دادن و در ورزش‌های تیمی اکثرا اتفاقی که افتاد، حالا مهمترین نمونه اون فوتبال که اسرائیل در مسابقه‌های جام آسیا حضور داشت، حتی ایران رو از ایران شکست خورد، دوم شد، یه بار ایران رو شکست داد، قهرمان شد. ولی اتفاقا ایران بعد از این که دید اعراب با اسرائیل بازی نمی‌کنن، اسرائیل مجبور شد، ایران دیگه اسرائیل رو دعوت نکرد به مسابقات و اسرائیل خودش مجبور شد که بره به کنفدراسیون فوتبال اروپا بپیونده. ولی که خب در ورزش‌های رزمی این ماجرا نیست. در ورزش‌های رزمی یک فدراسیون جهانی داریم، ممکنه که مسابقات اونجا برگزار بشه در سطح قاره‌ای، ولی که در سطح جهانیش احتمال رویارویی اینها با همدیگه خیلی بیشتره. مثلا در بسکتبال همین امروز تیم ملی ایران داره بازی میکنه در جام جهانی، اسرائیل نمیتونه اونجا برسه به خاطر اینکه تیم‌های قدرتمندی در اروپا هستن که جلوشو میگیرن. توی ورزش‌های تک نفره و انفرادی هست بیشتر از همه همین جودو که داریم راجعش صحبت می‌کنیم، گفتن که در مورد کاراته گفتن، و در کشتی هم تک و توک این اتفاق میفته. ولی که خب مشکل اینجاست که جودو الان یه جایگاهی برای اسرائیل پیدا کرده که داره به عنوان یک منبع مدال گرفتن در مسابقات جهانی و المپیک بهش نگاه میکنه و اونجاست که برای ایران داره مسئله ساز میشه. آیونی سپور، در گذشته کشورهای زیادی همین روش رو دنبال میکردن. پوریا هم اشاره کرد خصوصا کشورهای عربی الان رفتارشون فرق کرده. آیا هیچ راه حلی ارائه شده؟ آیا هیچ به این موضوع فکر کردن که ممکنه به گونه دیگر رفتار بکنن در ایران؟ در ایران یا در کشورهای عربی؟ کشورهای عربی که به راهکار رسیدن. کشورهای عربی زمانی که ما رقابت می‌کردیم اونها رقابت نمی‌کردن. بعد به حال پوریا هم اشاره کرد سرانجام مجبور شدن دعوت نکنن، جاشون رو عوض کردن. منظور ایران بود. منظور ایران باشه. ببینید اصلا در ابتدا باید ببینیم این اتفاق چه زمانی افتاد. سال 1983 ما بیژن سیفخواه موفق میشه که در رقابت‌های کیف شوروی نماینده اسرائیل رو شکست بده و روی سکو بره. روزنامه کیهان در اون زمان از این پیروزی به عنوان پیروزی تاریخی و شکست دادن شیطان حتی نام برد. ولی فرداش آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت دستور میده که تمام تیم ایران به ایران برگرده و در حقیقت این سنت آقای علی اکبر ولایتیه که پایه‌ریزی میکنه و در حقیقت یک خوشخدمتی میکنه در اون زمان نظام جمهوری اسلامی. از اون زمان به بعد
ما همیشه شعارمون این بوده که برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین تا همین 15 سال پیش که دیگه روال تغییر میکنه، کمیته بین‌المللی المپیک IOC دستور میده که نباید چنین اتفاقی بیفته، دخالت سیاست نباید وجود داشته باشه، بسیار تلاش شد. رسول خادم نمونه بارز این اتفاقه. رسول خادم نامه مینویسه به صورت مستقیم به شورای عالی امنیت ملی و درخواست میکنه که این قانون تغییر پیدا بکنه. آقای رسول خادم نامه مینویسه به همراه جمعی از پیشکسوتان کشتی ایران اسفند ماه سال 1396 برای آقای علی خامنه‌ای و درخواست میکنن دست جمعی که به این مسئله ورود بکنن و این قانون رو بردارن به خاطر اینکه ورزش ایران در خطر تعلیق قرار گرفته. آقای خادم در اون نامه تاکید میکنن که ورزش ایران، نه فقط فدراسیون کشتی و ورزش کشتی ایران. اما خب تا امروز اتفاقی نیفتاده که هیچ، مراحل بدتر شده. مثلا آقای غلامحسین قیب پرور رئیس سازمان بسیج در همون زمان خطاب به آقای رسول خادم گفته بودن که شما دارین قدم به قدم جلو میان که ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی مطمئن باشین که قدم اولتون رو خورد میکنی. و در حقیقت دیدیم که آقای رسول خادم در نهایت استعفا دادن و رفتن. پوری، ورزش ایران در چه موقعیتی قرار میگیره الان؟ مثلا اگه آقای ورزشکار جودوکار بیاد بگه که آقای مولایی من تحت فشار بودم، فیفا ببخشید فدراسیون های جهانی چه معامله‌ای با ایران و با ورزش ایران میکنند؟ دقیقا مشکل کار اینجاست که یک تصمیم از بالا داره اتفاق میفته. حالا من یه نکته هم تکمیل بکنم در مورد سوال قبلی، جواب قبلی، اینکه مثلا الان کشوری مثل امارات داریم که در مسابقات ورزشی اسرائیل رو میزبانی میکنه. تو همین وزنی که داریم راجبش صحبت میکنیم، مسابقه ای که جودوکار اسرائیلی خواست به فینال برسه با حریفی از مصر روبرو شد، حریف مصری مسابقه رو باخت، در پایان مسابقه دست نداد به حریف اسرائیلی، که خب حالا اونم جای بحث زیاد هست که اگه شما مشکلتون با اسرائیل چرا به فرد به عنوان یک حریف ورزشکار احترام نمیذارید. ولی اونجا دیدیم که گاهی اوقات ورزشکارا هستن در مصر، در کشورهای دیگه، تصمیم شخصی خودشونه که با اسرائیل مسابقه ندن. ولی این که از بالا یک دستوری بیاد و اونجا ورزشکار رو موظف بکنن، اونجا مسئله ساز میشه، به خصوص در این زمینه، به خصوص جودو، چون که به کرات این پرونده آقای مولایی اتفاق افتاد. ما حتی خبرنگارای بخش ورزشی بی بی سی رو داشتیم که به فدراسیون جهانی نامه نوشتن و از اونا خواستن که توضیحاتی رو در مورد رفتار آقای مولایی بدن، و اونجا بود که اتفاقا فدراسیون جهانی گفتش که ما نمیتونیم شرافت ورزشکار رو زیر سوال ببریم. ولی انقدر این اتفاق تکرار شد که شک اونا تبدیل به یقین شد و حالا احساسشون این هست که خود سعید مولایی در این تصمیم نقشی نداشته و به صورت سیستماتیک داره از بالا اجرا میشه. در عین حال اومدن پرونده رو مستحکم‌تر کردن به خاطر اینکه نامه نوشتن به فدراسیون جودو ایران و با امضای رئیس کمیته المپیک و رئیس فدراسیون جودو یک نامه به اونها نوشته شد و قول داده شد که اسرائیل در مسابقات ورزشی، در ورزش جودو بایکوت نشه. آقای یونسی پور، چقدر ممکنه که مثلا ورزشکارهای دیگه ترغیب بشن که چه این کاری بکنن، در نهایت راهی رو برن که سعید مولایی رفت؟ پیش از این مبین کهرازه، بوکسوری که قرار بودش با تیم ملی بوکس ایران به مسابقات مجارستان بره، در اتریش پناهنده شد و همین مسئله رو بیان کرده بود که من گفتن با توجه به اینکه در وزن خود احتمال داره در مراحل اول به حریف اسرائیلی بخوری، در صورتی که قرعت خورد یا مصدوم میشی یا بلافاصله مسابقات انصراف میدی، میری یه جایی گمگور میشی، حالا یه اتفاقی میفته در مسابقه شرکت نمیکنی، و به همین دلیل در اتریش درخواست پناهندگی داره. یعنی این اتفاق دفعه اول نیست، 5 ماه پیش، 6 ماه پیش این اتفاق افتاده در اروپا. این اتفاق همونطور که عرض کردم مرتبه اول نیست، قطعا بار آخر هم نخواهد بود. ورزشکارانی که دارن تمام زندگی خودشون رو در حقیقت میذارن برای موفقیت و به صورت مکرر منع میشن از به دست آوردن آنچه تمام زندگیشون رو و اهدافشون رو روش گذاشتن، بعید نیستش که بازم این اتفاق براشون بیفته. در عین حال یادمون باشه که همین آقای مولایی بارها و بارها به عنوان یکی از سرداران بزرگ ورزش ایران ازشون یاد شده بود، بهشون لقب پوریای ولی دادن بابت اینکه حاضر نشده بود در رقابت‌ها شرکت بکنه، همونطور که این لقب رو آقای خامنه‌ای به آقای علیرضا کریمی هم داد، در حالی که آقای کریمی شبی که حاضر، یعنی مجبور شد در حقیقت ببازه و مقابل حریف اسرائیلی قرار نگیره، در استوری اینستاگرامش شعری از آقای داریوش اقبالی رو گذاشته بود که آخرین سنگ از سکوته و در خیابان قدم میزد و اشک میریخت، ولی خب به هر حال چند روز بعد ازش تقدیر شد. این اتفاق احتمال افتادنش زیاده، البته اگر که ورزش ایران همچنان به
بتونه به راه خودش ادامه بده با توجه به اتفاقاتی که افتاده. ممنونم از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما و همینطور اینجا پوریا ژافره همکارم.